سلام، وقتتون بخیر باشه. نرجس فیضالی هستم، دکتر بیولوژی تولید مثل. مفصلی که امروز می‌خواستیم راجع بهش صحبت بکنیم در مورد آموزش تربیت جنسی کودکان هستش. حالا چه به عنوان والد و چه به عنوان مشاور، وقتی که می‌خوایم تربیت جنسی رو به کودکانمون آموزش بدیم، باید به چند تا اصل توجه بکنیم. اولیش سن و سال کودک هستش. ما باید بدونیم که کودکمون توی چه سن و سالی قرار داره و متناسب با سن و سالش بهش آموزش بدیم. مسئله دیگه که باید بهش توجه بکنیم بستر خانوادگی هستش، که ببینیم تو چه بستر خانوادگی اون کودک داره بزرگ میشه، رشد میکنه، از لحاظ اعتقادی، مذهبی، از لحاظ فرهنگی تو چه خانواده‌ای در واقع میشه گفت رشد میکنه. و یکم در مورد فضای فکری کودک هستش، که ببینیم بچه تو چه فضای فکری هستش. حالا وقتی که میخوایم تربیت جنسی رو به بچه آموزش بدیم و اطلاعات جنسی رو بهش بدیم، باید به چند تا نکته هم توجه بکنیم. نکاتی که باید بهش توجه بکنیم، اولش اینه که نباید به بچه دروغ بگیم تحت هیچ شرایطی. علتش اینه که وقتی که بچه از ما سوالات جنسی میپرسن، خودشون در مورد اون سوال تا یه حدی میدونن و بیشتر هدفشون محک زدن والدین هستش. میخوان ببینن آیا والدینشون به اونا تا چه حدی جواب سوالشون رو میخوان بدن و یا اینکه دروغی تو حرفشون وجود داره نداره، که بعدن این خودش میتونه برای بچه بی‌اعتمادی ایجاد بکنه. مسئله بعدی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که در واقع میشه گفت پاسخ به پرسش رو با کسب اطلاعات بخوایم داشت. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که بچه‌مون میاد از ما سوال میپرسه در مورد مسائل جنسی، ما باید اول ازش خودمون سوال بپرسیم و بدونیم که اطلاعات بچه ما تا چه حدی هستش و بعد متناسب با اطلاعاتش بهش اطلاعات بدیم. یعنی اینطور نباشه که بچه اصلا شاید در مورد ما تو ذهن خودمون اینو داشته باشیم که خب شاید در مورد این مسئله بخواد بدونه و سوالی که داره از ما میپرسه ما باید یه مطالب بیشتری رو بهش بگیم، ولی خب بچه اصلا سوالش هنوز به اون سمت نرفته و ما بخوایم یه سری مطالبی که اصلا نیازی نیستش تو اون شرایط بهش داده بشه بشه. برای همین وقتی بچه از ما یه سوالی میپرسه، ما قبلش از اون سوال میپرسیم که خب چی شد این سوال به ذهن شما خطور کرد، دوست داری دقیقاً چه چیزایی رو بدونی. نکته دومی که باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که متناسب با دانسته ها و اطلاعات کودکمون بهش آگاهی رو بدیم و افراط و تفریط نکنیم. مسئله بعدی که باید دقت بکنیم این هستش که بچه‌ها تا سنین راهنمایی فقط آموزش جنسی ما موکول میشه به بحث تولید مثل و در مورد اورگازم، لذت جنسی و حتی در مورد ناحیه تناسلی به بچه‌ها آموزشی داده نمیشه، توضیحی داده نمیشه، مگه اینکه براشون سوال ایجاد شده باشه. اگه سوال ایجاد شده باشه، نباید بهشون دروغ بگیم و باید همون مسئله رو متناسب با حالا اون چیزی که متوجه شدن و از ما سوال پرسیدن بهشون آموزش بدیم. اصولا سوالاتی که برای بچه ها ایجاد میشه دو تا سوال. یکی اینکه تفاوت دختر و پسر ها چیا هستش، و سوال دومی که میتونه براشون ایجاد بشه این هستش که من چطور درست شدم. اگه جواب سوال رو نمیدونستید، باید فرصت بخرید. فرصت خریدن هم اینطور هستش که اول از بچه‌تون سوال می‌پرسید که اصلا چی شد که این سوال اومد توی ذهنت. بعد از اینکه فهمیدید که چی شد این سوال اومد توی ذهنت، میگید که خب مادر جان به من اجازه بده. البته اگه این مسئله باید خیلی دقت بشه که مسئله جنسی دختر رو مادرها و مسئله جنسی پسر رو باید پدرها توضیح بدن بهشون. و اگه حالا دختر بچه شما و شما مادرش بودی از شما سوال کردش که مثلا من چطور به وجود اومدم، شما ازش وقتی رو میخرید، بهش میگی باشه من حتما جواب سوال شما رو میدم ولی الان نه. بعد چند روز بازم بعد از اینکه با این مشاور صحبت کردید، جواب سوال رو به دست آوردید، بچه‌تون رو حتما صدا بکنید و اینطور نباشه که فکر بکنید که بچه فراموشش میشه و شما هم دیگه به این موضوع اهمیت چون خودشون بعدا میرن سرچ میکنن و اگر البته تو سنی باشن که خب بتونن سرچ بکنن. ولی از این منابعی که نادرست هستش اطلاعات رو به دست بیارن که این خوب نیستش. بر همین بعد چند روز کودکتون رو صدا میزنید و متناسب با اون چیزی که آموزش دید بهش در مورد این مسئله آموزش میدید. ممنون از توجهتون. مرسی.